حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين وخاتم النبيين رسول الله العالمين أبي القاسم المصطفى نبا مرحمت میکند. اما یتساءلون عن النبع العظیم، یعنی عامه، خاص، جمعیت، الناس هستند که سوال میکنند که این نبع عظیم چی هست. در سوره نبا که خدا مرحمت میکند، عامه یتساءلون عن النبع العظیم، یعنی سوال میکنند که این نبع عظیم چی هست. اما خوشا به حال آن کسی که در حیات زندگی خودش پی این آیه میرد، یعنی سوال میکند این چیزه. چون حضرت فاطمه زهرا فرمودند که من از دنیای شما سه چیز هست که در نزد من محبوب، یعنی دوست می‌دارم. اولینش تلاوت قرآن بود. الهی پروردگار عالم این دو چیز، این دو نعمت که این دو امانتی که پیغمبر خدا دما امانت گذاشتن که دست مبارک، انگشت مبارک این تو آوردن هم دیگرش به گفتن کتاب الله و اطرتی، یعنی قرآن و اطرت خودم در شما امانت سپردم ارم. الهی خدا ذریه مایه، همه مایه این دو امانت به وفادار شدن نصیب گرداند، هم عالم قرآن شود، هم پیرو این اطرت پیغمبر شود، که این دو نعمت عظما در ما داده شد. چون اون نکته ای که فاطمه زهرا فرمودن من تلاوت قرآن را دوست دارم، که ما گفتیم تلاوت از قرائت فرق میکند، یعنی معناش فهمیدم که خدا فرموده است این سوره بکی، این جمعیت سوال میکنن که این نبع عظیم که چی هست. شرح این آیه از ائمه طاهرین آمده است که امام صادق بند میفرمایند که این نبع عظیم که این عامه که سوال میکند، این ولایت جدم علی ابن ابی طالب است. که ما گفتیم اگر مثل سفارش حضرت زهرا اگر همه قرآن تلاوت کند یا با فهم، یعنی می فهمد که ذره به ذره، آیه به آیه در فضائل علی ابن ابی طالب تمام قرآن است. که ما این گفتشتیم این حدیث نه، این آیه قرآن است. حالا خدا می خود که این فضائل علی ابن ابی طالب
و ذریات علی ابن ابی طالب که همه 14 محصوم هستن از پیغمبر تا صاحب الزمان، اینها چی به درد ما میخورن، به درد ما چی میرسن اینها، یعنی اهل بیت، مقصد خدا چی از این چیزها؟ حالا یک تیکه از این روایت های حضرت عیسی علیه السلام برای شما میگیم، بعدا این چیز را میگردیم که خوبتر معناش را میریتون انشاءالله. حضرت عیسی علیه السلام با یک مردی میگوید همسفر شدن، سفر با که میرفتن یک دهات با رسیدن. این مرد حضرت عیسی انبیا بودگشون، یعنی پیغمبر بودگشون بند خبردار نبود. یک دهات برسیدن، حضرت عیسی و این مرد گفتن که رو این دهات با، یعنی دهات اون جایی که انسان ها زندگانه میکنن، اما زمین و درخت و مثلا گیاه های و دشت دارد، آب دارد. اینجا میگویم که ده هست، یعنی دهات هست. گفتن رو این دهات با که گرسنه ماندیم، خسته شدیم، نان تهیه کن، از همونجا نان بیار. این مرد رفت، حضرت عیسی علیه السلام مشغول عبادت شد، یعنی مشغول نماز خواندن نماز. این مرد رفت سه تا نان از همونجا یافت، یعنی تهیه کرد، آورد که حضرت عیسی نماز میخوندن. همین که نماز طولانی خواندن، این مرد یک تا نان خورد. بعد از خوردن نان، حضرت عیسی عبادت نماز تمام کردن، آمدن گفتن که سیومین نان کنی. این گفت که نان دو تا بود. این مرد این حرفی نزدن، یک تشه گرفتن نان تناول کردن، یک تشه همین مرد خودش خورد. بعد از این تناول کردن، اینا آزم سفر شدن، یعنی گشت رب برآمدن. چند مدتی که رب رفتن، دیدن که یک جای با یک گله آهو علف خورده گشته است. یکی از آهو با حضرت عیسی دست مبارک دراز کردن، یعنی اشاره کردن. این آهو آمد نزد حضرت عیسی با اینا گرفتن ذبح کردن، یعنی کشتن و گوشتش بریان کردن، با این مرد تناول کردن. بعد از این گوشتش خوردن، تناول کردن، دوباره امر کردن که به آهو گفتن که ای حیوان زبان بسته، به قدرت الهی برخیز، از جایت رو افتاد. این آهوی هم یک تکان خورد، از جایش خیز، یعنی زنده شد، رفت پیش رو. این مرد یعنی تعجب کرد، هم ترسید هم تعجب کرد، گفت که تو مگر کی هستی؟ یعنی نمیشناخت حضرت عیسی. همونجا حضرت عیسی گفتن که ای مرد، این نان سیوم چی شد؟ همونجا با همین سوال دادن، گفت که نان دوتا بود. یعنی اینقدر این مرد حریص بود، یعنی دنیا با اینقدر حرصش بلند بود، معجزات خدا یا دیدشت است، اما حرف راست نمیزند. بله، کربلا با امام حسین وقتی یکه و تنها ماندن مقابل این لشکر با که همه شهادت برسیدن، امام حسین خطبه خوندن. یک بار جنگ با نبوندن، خطبه خوندن. گفتن که ای یوحناس، ای مردم کوفه، ما بین شماها با کسانی هستن که جد من پیغمبر را دیده، یعنی صحابه هستید. ما بین شما با کسانی هستن که پدرم علی را دیده که شما، یعنی صحابه علی هستید و معجزات جدم، کرامات پدرم شما بسیار زیاد دیده گی. من فرزند همونها هستم. شما از کشتن من، از ریختن خون من دست بردارید. ببینید اینها چون حریص بودن، یعنی حرصشان دنیا با بلند بود، دست بر نداشتن از کشتن امام حسین. یعنی مثل همین مرد که دیدشت از کراماتی معجزاتی این مرد، یعنی حضرت عیسی دیدشت است، اما گفتش است که نه، نان دوتا بود. حضرت عیسی حرفی نزدن،
ادامه دادن سفرشان یک دهات دیگر، یعنی دیگه هم خیرین جای به یک رسیدن که همین که وارد این منطقه شدن دیدن راهبه سه دانه خشت طلا زمین به افتادگی زمین به استاد است که هر دویشان نگاهشان غلطید همین خشت طلا به. این مرد گفت که این سرزمین گفت ثروتمند بود است، یعنی بوی بود است، با دولت بود است اینها. حضرت عیسی هم سر خودشان رو تکان دادن گفتن که آره همین جور است. آمدن این سه تیکه خشته برداشتن، یک تیکش این دست مرد به دادن، یک تیکش خودشان به دست گرفتن، گفتن که اگر هر کس یابم که گوید این نان سیوم من خوردم یا از آن من بود، این سیوم تیکه خشته گفتن دست هم به میتیم. این مرد گفت که وای سیوم تیکه نانه گفت من خوردگیم، همونجا گفت. حضرت عیسی علیه السلام سه تا خشت طلایم دست این مرد به دادن و همونجا خداحافظی کردن رفتن در سمت دیگه جای. این مرد حریص، یعنی که حس دنیا زیاد بوده، این تفکر میکرد که من این با سه خشت طلا مثلا چیکار میکنم، حالا این کار میکنم وای کار میکنم. همین تفکر بود که سه نفر مرد از همون راه عبور کردن، یعنی گذشته رفته شکل بودن، نگاه کردن که این دست مرد سه تا خشت طلا. حالا آمدن یک بار این همینجا زده کشتن و این سه تا خشت طلا گرفتن از دستش، این مرد. اینها هم مثل اینها از راه دور چون آمده بودن، خسته بودن، گرسنه بودن، یک نفر شریکشان با گفتن که حالا تو راه افتن این دهات با برای خوردن خودمون نان بیار، یک نان خوریم، این گرسنه موندیم، خسته شدیم. این هم گفت باشد، رفت. همین که راه به میرفت نیت کردش است، یعنی فکر کردش است که حاضر مرم نان میابم، این نان با زهر مسموم میکنم، یعنی زهرالود میکنم، میبیارم اینا میخورد، اینا میمورد، این سه تا خشت طلا دمم میموند که نیت کرد رفتش است. اما این دو نفرم نیت کردش است که وقتی این رفت نانه میبیارد ما اینه زده میکشیم همینجا با این سه تا خشت طلای ما با این خدا ما با تقسیم میکنیم، نانه میخوریم سر میشیم، حالا میریم سر کارا ما. هر دویشون هم دو طرف هم یعنی نیت کردشتیم. این مرد رفت نانه آورد، همین که نانه آورد این دویشون اینه همینجا با زده کشتن. این سه تا خشت طلای موبین خودشون با تقسیم کردن و این نان هم خوردن که این نان زهرالود بود، یعنی این زهر با آلوده کرده آردگی بود. هر دوی این های هم مردن همینجا با. این شد سه تا خشت طلا، چهار تا کنارش با یعنی پیشش با مرد، مرده ها رفته است. حضرت عیسی علیه السلام برگشتن آمدن گفتن که این عاقبت دنیا با اهل خودش انیت کار میکنه، یعنی دنیا هر کس دنیا پرست باشد، یعنی انسان حریص باشد، حس دنیا دوای زیاد باشد، دنیا با اون بنده انیت رفتار میکند که تمام شد اینا، همشون مردن. اما این سه تا خشت طلا اینجا ماند که حضرت عیسی علیه السلام دنیای این تو دمو معنا کرده فهمون داشتین که عاقبت دنیا ان این تو میشد، ان اینقدر یکم میشد دنیا خلاصش. زمان حضرت بعد از عیسی علیه السلام یک پیغمبری بود نامش حضرت جرجیس علیه السلام. این بعد از حضرت عیسی به دنیا آمد و یکی از انبیای خدا بود که قرآن با عمدگی نامش جرجیس که معناش نامش زبان عبرانی با همون زبان یهودی با بسمرت میگونده نمی مردگی، یعنی مل این پیغمبر مل کشتن، مل اذیت دادن، در هر حالت در هر گونه میگوند اینا میکشتن این زنده میشد نمی مرد، میکشتن زنده میشد، میکشتن زنده میشد.
اینا نامش موندن جرجیز، این نمی مراد گفته که خود حضرت عزرائیل آمد گفت یا جرجیز توی مل بار میکشن میکشن، اما بار آخرینش که این مرگی واقعی تو میشد، یعنی همون قطع میری گشت زنده نمیشی. خلاصه اینه قصهش دیگه. اما حضرت جرجیز در یک زمان زندگانی کرد که یک امیر کافر بود، در زمانش یک امیر کافر، شقی، ظالم، فاسق، اینقدر گناه میکردن که میگد خدا یک باره باران قطع کرد، یعنی باران نبارید. تو روایت 7 سال باران نبارید این مملکت، با نه آب بود نه خوراکی بود، همه از گشنگی یک یک مردن، مردم مردن سر کردن. این امیر کافر امر به لشکرش کرد که همه این لشکر میگد یک جبه جمع شدن در صف استادین، گفت که میرم تایی در خانه جرجیز. همه آمدن در دقل باب کردن، حضرت جرجیز بر آمدن نگاه کردن که این امیر کافر با لشکرش صف کشیدگی تایی دروازش با. گفت که ای جرجیز، گفت این خدای تو باران قطع کرد، چون آب نشود همه چیز قحط آمد، از گشنگی از تشنگی همه مردشتن یک یک. گفت حالا تو این خدای خودت با گوی، گفت اگر باران داد که داد، اما باران نتیاد، گفت من خودم به این خدای تو ظلم میکنم، خدای تو یا گفت اذیت میکنم. گفت حضرت جرجیز آمد خونش وضو گرفت، دورا کرد، نماز خواند، در سجده گفت که خدایا، گفت این کافره، گفت حرفش خودت فهمیدی، گفت من حاجتش نیده تو گویم. جواب اینه گفت چی تیم من، گفت همون وقت حضرت جبرائیل نازل شد، گفت که یا جرجیز، گفت تو برو این با این کافر ظالم بگوی که ای کافر، گرچه تو کافر باشی بنده خدا هستی، یعنی مخلوق خدا هستی، تو یک انسان ناتوان، یعنی انسان ضعیف هستی، این خدایی که ابد و ازل هست و قدرتش به نهایت هست، تو چطور این خدا به ظلم میکنی؟ گفت تو چطور این خدا به اذیت میتی؟ گفت تو همونه گوی این سوال تی گفته. این حضرت جرجیز علیه السلام برآمد گفت که ای امیر، تو گرچه کافر باشی اما بنده خدا هستی، مخلوق خدا هستی، تو یک انسان ضعیف و ناتوان چطور این خدایی که ابد و ازل و قدرتش به نهایت هست، تو چطور این خدا با ظلم میکنه، چطور تو این خدا با اذیت میرسونه؟ گفت که من میدانم دوستهای خدا، گفت در این مملکت گجاب زندگانه میکنه، مرم یک یک اینا، گفت همیشه میچینم. یکش گفت تازیانه زده، گفت به پای، یعنی به زیر پای خودم لح میکنم، گفت اینقدر فریادش بلند شود. یکش گفت با شمشیر، گفت تیکه تیکه میکنم، گفت که اینقدر فریادش یعنی بلند شود. یکش گفت ظلم میکنم، اذیت میکنم با آب، یعنی آب با غرق میکنم، گفت که فریادش بلند شود. یکش گفت آتش میزنم، گفت از تمام این گرده، گفت این منطقه، گفت فریاد این دوستهای خدا، گفت بلند میشد. همون وقت گفت من میدونم خدا، گفت اذیت میکشم، گفت اینا ببینید چی گفتش از این کافر. و گفت و رفت، برگشت لشکرش کته رفت. همین که حضرت جرجیز خانه در آمد، جبرائیل آمد گفت که یا نبی خدا، زود رو، گفت اینا برگردان، خدا گفت اینا گپش اجابت میکنند، گفت که باران میتیاد، گفت باران میبارد. حضرت جرجیز علیه السلام آمدن گفتن که ای امیر بیست، گفت این ظلمه، گفت نکن، گفت خدا در من گفت که من باران میتیم، اینه باران میبارد. 3 شبانه روز باران بارید، همه جای سیراب شد، نهرها پر آب شد، حالا دریاها پر شد، هرچی خوش شده بود سیراب شد و همه جای سبزه شد، درخت ها گل کرد،
بعد از یک هفته این امیر کافر با همون لشکر آمد در خانه این پیغمبر، با همون حالت که در دقل باب کرد. حضرت جرجیز برآمد گفت که تو که به مقصد خود رسیدی، باز برای چی آمده اینجا؟ گفت که ای جرجیز، گفتم من آمدم که با خدای تو صلح کنم، من آمدم که خدای تو یک قبول کنم، من آمدم که در نزد خدای تو سرم خم کنم. گفت برای چی؟ گفت این خدایی که به خاطر دوستش اذیت نکشد، دوستش به ظلم نشود، مثل من کافر گفت حرف من اجابت کرد، حالا میخوام من با این خدا دوست شوم. گفت همه ما ان شاء الله الحمدلله اهل سعادت هستیم. سببش هم چی؟ ما با خدا دشمن نیستیم. سببش هم چی؟ ما در راه ان شاء الله اهل بیت هستیم. پروردگار عالم می فرماید که اگر خودت به دوست انتخاب کنی، مراجعت کن به این آیه‌ای که سوره صفات با آمده است، بسم الله الرحمن الرحیم، من نبیی و من الصدیقین و من الشهدا و من الصالحین. یعنی اگر خواهی در خودت دوست انتخاب کنی، و من النبیین که این پیغمبر آخر الزمان، و من الصدیقین علی مرتضی، و من الشهدا حضرت حمزه، و من الصالحین پیغمبر گفتن دخترم زهرا و فرزندش حسن و حسین و نه فرزند از نسل امام حسین تا امام زمان. یک صلوات بیت الله. نه خدا نه اهل بیت نمی گذارند دوست های اینها به ظلم شود. سببش این قصه هست. این قصه فهمیده تا خدا چکار کرد. اگر هر کس دوستی کند با خدا، دوستی کند با اهل بیت، خداوند میگوید این تو جوابش میتید. و خدا گفته است که بینید بنده به انسان به نزدیکترین شخص پدر و مادرش و فرزندهای خودش، از اینا نزدیک انسان نیست انسان به، یعنی پدر مادرش و فرزندهای خودش، این پدر مادر یا این فرزندها به نهایتش موکتی میبیان تا لب قبره تمام. یعنی دیگر اینا به اجازه نیست، دیگر جا رفته نمیتونن اینها، به نهایتش با ما میشن تا لب قبره، چون برداشته میبیان داخل قبر میکنن. اما خدا گفتش است که اهل بیت، اگر شما دوست باشید با اهل بیت، هم در دنیا با شما، هم لحظه جان کندن با شما، هم لب قبر با شما، هم درون قبر با شما، هم بعد از قبر خستن رستاخیزی با شما، هم محشر با، هم قیامت با، هم بهشت با شما بشون. یعنی هیچ حالت با، در هیچ حالت شماهای رها نمی کنن اهل بیت، چون خدا میگوید این اهل بیت از پدر مادر شما به شما مهربانتر، اما شما خبر ندارید، چون شما دور هستید از اهل بیت. که اگر این اهل بیت در همه حالت نجات کار ما باشن، حالا ما یک تیکه یک ذره از حالات قیامت میگویم که ما فهمیم این نجات یافتن چی بوده است. حالا ما میگویم که اینا دست ما میگرن، اینا ما نجات میتیان، اینا ما خلاص میکنن، باشد این فقط گفتن، اما یک تیکش فهمیم و تفکر کنیم که اینها ما چی بلاها بند دست میگرن. ابو بصیر، این اصحاب با وفای امام صادق علیه السلام، خیلی انسان معتبر،
که در زمان پیغمبر حضرت سلمان بودن، در زمان پیغمبر حضرت ابوذر بودن، یعنی مقام عالی داشتن. ابو بصیر در زمان حضرت امام جعفر صادق مانند سلمان، مانند ابوذر. آمد یک روز گفت که اما این نکته همین جبه که بینید حتی همین درجه و مقامشان باشدن، اما چی سؤال کردشتین از امام خودشان، گفتشتین ای فرزند پیغمبر، ای مولای من امام صادق، من موعظه کنید، من از عذاب خدا ترسانید، چون قلب من قساوت پیدا کرده است. قساوت چی؟ همین دیگر گرفته کوره موندید که هیزم کتی تعام خودید که یک دو سه چار این روی دیگ قساوت مشد، این قساوت پش میکنه، این رویش محکم میکنه. وقتی این رویش توزه کرید که یعنی سیاهی چی مشد؟ از روی این دیگ میرز از زمین بر. بعد از اونها تمیز کردن، توزه کردن، بعد میبینه دیگ خودش که چی بود است. هر چیزی که ریخ زمین با این قساوت. قلب انسان هم میگوید انم تو گناه وقت قساوت پش میکنه. که ما باید هر چند وقت این قساوت پک کرده شدیم. که با اهل بیت تقرب پیدا کنیم، خدا به نزدیکتر شویم. این قساوت ما از محبت اهل بیت و خدا دور میکنه. مثل این چیز که گفتم واسه، مثل این دیگ. گفت که ای فرزند پیغمبر، من گفت موعظه کنید و من از عذاب خدا ترسانید. گفت امام صادق علیه السلام گفتن که ای ابا محمد، ای ابا بصیر، جدن پیغمبر خدا روز نشسته بودن در کنارشون حضرت عزرائیل، حضرت جبرائیل نازل شد، اما چهره ترش و غضبناک بود. جدم گفتن که ای برادرم، برای چی در این حالت در من نازل شدید که شما هرگز در من نازل می شدی با لبخند و تبسم در اقبال من می آمدی، اما چی حالت است که این حالت به تو نازل شده بر من؟ گفت که یا رسول الله، امروز 2000 سال پر شد، یعنی آخرین روزش بود که ما بر آتش جهنم با امر خدا دم میزدیم. حضرت پیغمبر گفتن که یعنی دم زدن در آتش جهنم چی؟ من نفهمدم. گفتن هر چیزی که تو در من گفتشتی. گفتن خدا بر ما امر کرد که ما در آتش جهنم دم زنیم برای شدت حرارتش. 1000 سال دم زدیم تا آتش جهنم سفید شد، این رنگ آتش گفتن سفید شد. 1000 سال دیگه دم زدیم که این رنگش مبدل به سیاه شد از شدت حرارت. این روز آخرین روزش بود که ما این کاره تمام کردیم و به همون حالت من فرامدم در نزد شما. گفت که یا رسول الله، خداوند اگر یک قطره از ذراهی از آب ذرا، گفت اگر یک قطره از آب ذرا بیارت این آبهای روی زمین به چکانت، یک قطره شد، گفت ذرا همون چیز است که از بدن جهنمیان، هر کسی که جهنم به مسوزد از بدنش گفتن عرق میریزد، این عرق های جمع میکنن در یک دیگ گفت مجوشونن و همون چیزه بر اهل جهنم میخورانن. گفتن اگر یک قطره از ذره جهنم خدا این روی زمین آبها به چکانن، از بوی گندش گفتن تمام اهل این زمین گفتن یک باره میمورن، هلاک میشن یک قطره شد. گفت یا رسول الله، اهل جهنم گردنش به زنجیر، یعنی غول زنجیر آویزان میکنن که 70 حلقه دارن، اگر یک حلقش از همون جهنم بیارن این زمین با بر یک بنده گفتن گذارن این یک حلقه
از شدت حرارتش تمام اهل زمین گفتن هلاک میشه. گفت یا رسول الله در اهل جهنم با روز جهنم 70 پیراهن جهنمی در تنش میکنن که از میخهای آهن و میس گداخته شده که در آتش جهنم اگر یک پیراهن خدا مابین زمین آسمان آویزان کند از بوی گندش و از حرارتش تمام اهل جهنم نابود میشد. همین جا هم جبرائیل هم پیغمبر خدا میگود امام صادق گفتشتین که گریه کردن با شدت. پروردگار عالم یک فرشته به امر کرد که رو به جبرائیل و به حبیبم گوی که شما گریه نکنید، شما خوف از این عذاب الهی نداشته باشید، من شماهای آفریدم که شما هرگز مرتکب گناه نمی شوید که با اون گناه که انسان اهل جهنم شود. یعنی شماها در امان هستید از این عذاب الهی. اونجا امام صادق علیه السلام گفتن که هم جدم رسول خدا هم حضرت جبرائیل علیه السلام که خلاص شدن از این گریه و در چهرهشان یعنی اثرات خنده شد. بینید عزیزان این جهنم یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم خدا بندش میبخشد، ما میگیم اهل بیت که این محبان خودشان نجات میدهند مثل از این عذابها نجات میدهند، که این پشت پرده چه خبر؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند وقتی اهل جهنمی و اهل جهنم همیشه یک جایه میکنن، چون روایت با عمدگی وقتی ظهور به تمام اهل گناه اهل نار وارد جهنم میکنن، وقت ظهور به خدا میگوید اگر هر بنده اون وقت که ظهور هست در حالت عبادت میشود که امت تو پیغمبر با گفتش هست که نماز ظهور میخواند، یا در حالت رکوع یا در حالت سجده یا در حالت قیام میشد، من بدن این بنده در آتش جهنم حرام میگردانم. خدا گفتش از این. و امام صادق میگن که این اهل نار اهل جهنم حرکت میکنن به سوی جهنم، این مدتش گفتن 70 سال طول میکشد و همین که در بالین جهنم میبیان فرشته ها با گرزه های آهنین میگن بر سرهای اینها اهل جهنم با گرزه میزنن و اینا میگن داخل یعنی قعر جهنم به همه اینها داخل میشن. وقتی اینها داخل جهنم شدن پروردگار عالم ندا میکند که همه درآمد نه همه درآمد. وقت اهل بهشت که داخل شدن به بهشت خدا میگوید همه درآمدن همه درآمدن، ندا میکند اهل بهشت و که پایین به نگاه کنید. وقت اهل بهشت پایین به نگاه میکنن میبینن اهل جهنمه و عذاب جهنمه و آتش جهنمه. اینجا هاتف ندا میکند که ای اهل بهشت، اگر شماها امر خدا به اطاعت نمی کردید و پیروی اهل بیت نمی شدید، جایگاه شما همینجا بود، اما شما اطاعت کردید و پیروی اهل بیت شدید که شما از این عذاب الهی نجات یافتید. میگویند اهل بهشت اینقدر خوشحال میشن، اینقدر خوشحال میشن، میگوید اگر همونجا مرگ میشد یعنی مردن میشد از خوشحالی میگوید تمام اهل بهشت میمردن اونجا، اما اونجا مرگ نیست دیگه، یعنی مردن دیگه نیست اونجا. بعد از اون هاتف ندا میکنند اهل جهنم با که بالا با نگاه کنیتون. همین که اینها با بالا نگاه کردن میبینن اهل بهشت، میبینن حور العین، میبینن این راحت این لذت که این بهشت خدا چی آفریدگی. و هاتف نگاه ندا میکند که اگر شما به امر خدا اطاعت میکردید و پیروی میکردید به اهل بیت، جایگاه شما همین جا میشد،
اینا میگه اینقدر حسرت میخورن، اینقدر پشیمانی میخورن، این حسرت عذابش، این پشیمانی عذابش از آتش جهنم میگه بالاتر میشد و اگر مرگ میشد همه اینها همونجا میگه میمردن، از حسرت میمردن. مالک جهنم ندا میکند اینها بکی حالا همه شما مرگ در فکر خودتون چطور تصور میکنیتون؟ بینید مرگ شما در فکرتون چطور تصور میکنیتون؟ همه به ندا میشود، هم اهل بهشت به هم اهل نار به. اینجا میگه دو گوسفند میبیارن، یک تیش سفید یک تیش سیاه. گوسفند سفید مرد به بهشت، گوسفند سیاه مرد به جهنم. این گوسفند سفید هم میگن که ای اهل بهشت، این گوسفند سفید یعنی گوسفند این مرگ است. حالا بینید میگن ما با مرگ چیکار میکنیم؟ همونجا سر گوسفند میمورن، یعنی ذبح میکنن. اینجا میگن مرگ دیگه تمام شد، یعنی سر مرگ ما چیکار کردیم؟ بریدیم. دیگر مردن نیست، تمام شد دیگر مردن. آن جایی که شما قرار گرفتید یعنی بهشت، شما ابدی این بهشت بمانیتون، یعنی ابدی لذت بمانیتون، چون مرگ ما کشتیم دیگر، مرگ تمام شد. اما وای به حال آن جهنمیان. این گوسفند سیاه میبیارن ما بین اهل جهنم و میگن که ای اهل جهنم، این گوسفند مرگ است. حالا بینید میگوین ما با مرگ چیکار میکنیم؟ سرش از بدن جدا میکنن، یعنی میبرن ذبح میکنن. دیگر میگوین مرگ نیست، تمام شد. شما هر چی این عذاب به ماندید، یعنی عذاب الهی به ماندید، تا ابد این عذاب به ماندید. وای به حال اینها. همینی که اهل بیت، همینی که خدا با دوستانش چطور رفتار میکند و خواهش ندارد که یک از دوستان اینها به ظلم و اذیت باشد، یعنی اینها نجات میدهند، نجات اینها از این عذابها هست. ما این عذاب فراموش نکنیم. این نقل امام جعفر صادق به اصحاب وفایشان ابو بصیر را نقل کرده شدند که گفتند یا ابو بصیر، آیا همین جا کافی هست؟ یعنی همین جا بس است؟ در تو گفتم از عذاب الهی گفت بس است یبن رسول الله، یعنی هر چیزی که لازم بود من برای خودم این چیزا گفت، فهمیدم این چیزا گرفتم. یک تکه آخره میگم که انشاءالله برادر گرامی ما ذکر مصیبت میخونن و همه ما فیض من میرسونن یک صلوات. صلوات به تو. اون چیزی که ما گفته گذاشتیم، حضرت جبرائیل امین به پیغمبر گفتن که من آرزو می داشتم که می کردم که انسان از بشر باشم، چون هفت خصلتی که خدا به بشریت عنایت کرده ای که حتی به ملائکه های مقرب این چیز نیست. ما اینا یک یک گوشته گذاشتیم گفته، اما زودتر گفته می گذاریم که این نوبت پنجمینش رسیدگی بود. اولش بود نماز جماعت، دویومش بود مجلس علما و نشستن، سیومش بود جنازه اشتراک کردن به تشریف نماز جنازه، چهارمش بود عیادت مریض یعنی بیمار به رفتن. چون اون صدر المنتها میگوید اون جایگاهی که حضرت از جبرائیل آمد با حضرت جبرائیل که معراج جبرائیل به عرش اعلی، این حضرت جبرائیل حضرت پیغمبر را که می آوردن آسمان یک دو سه تا آخرشه، همون جایی که آمد گفت که یا رسول الله مکان من، جای من همین جا، من اونجا گوشته نمیتونم، اونجا در من اجازه نیست. گفت بینه جبرائیل امین که یک خدا چگره مونده است، اونجا گفت باید شما روید و پیغمبر رفتن. این قصه معراج. اما
خدا به بنده گفته است که ای بنده ای من، اگر تو زیارت یک بنده مؤمن با که اگر مریض باشد به عیادتش بیایی، مثل اینی که نزد من خدا با آمدی، مثل اینی که من خدای دیدم با آمدی، همون چگره ای که جبرائیل و خدا داده است اینه بنده با نداده است. گفته است تو مستقیم پیش من به می بیفته است که این قطر به خدا انسان نزدیک می شود. جبرائیل گفته است که من آرزو میکنم این چیزا. ما حالا اینا مقامش را رفته نمیتونیم، رسیده نمیتونیم که این چی فضیلت داره. پنجمینش که جبرائیل به پیغمبر گفت، گفت که یا رسول الله، این گفت پرستاری از یتیم کردن، یعنی دست نوازش به سر یتیم کشیدن گفت، این آرزوی ما هست. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام با فرزندشون کعبه بنیاد کردن، دو رکعت نماز خوندن، گفتن که خدایا من با فرزندم اسماعیل این کعبه که بنیاد کردم و نماز خوندم، دمن این کارم به چی مکافات بیتی؟ جبرائیل آمد گفت که یا ابراهیم، خدا در شما سلام رسانده است و گفته است که ای دوستم ابراهیم، شما چیکار کردید که من در شما مکافات دیم؟ گفت که من این کعبه روز کردم، بنیاد کردم، عبادت کردم و بعد از من تا روز قیامت تمام امت این پیغمبرها میبیان زیارت این کعبه و نماز میخونن. گفت که نه، این کارها برای خداتون، اما برای من چیکار کردید؟ گفت که چیکار کنم؟ گفت که تو مگر برای من دست نوازش سر یگان یتیم با زدیم؟ احوال یگان یتیم من خبر گرفتیم؟ گفت نه، تو باید این کار را کنی، اگر این کار میشد برای من. حالا بینید جان تمام عالم فدای این علی شود که یک عمر چیکار کرد؟ امیرالمومنین فقط یتیم پرستی کرد، فقط از احوال یتیم ها خبر میگرفت امیرالمومنین. حتی اون ملعون هایی که در کربلا امام حسین به قتل رساندن، اون ملعون های فرزند هاش امیرالمومنین نوازش میکردن، یعنی هر روزه رزقش، نانش، خورماش، تمام چیزهاش امیرالمومنین خانه هاش میرساندن. اما اینها جواب امیرالمومنین در کربلا نسبت به فرزندشون چطور دادن و فرزندشون یتیم کردن. حالا هر شب که این عزیزان در منبر میخونن از یتیمی کربلا، از فرزندهای امام حسین، که اینها همتون خبر دارید که اینها در چه حالت بودن. ان شاء الله امروز همینجا بس است. پروردگار عالم همه ما در حق خودش، در حق اهل بیت معرفت ما زیاد کند، که خوبتر اول خدای شناسیم، اهل بیت شناسیم، بالاخره خودمای شناسیم، نخسر که در راه اهل بیت صادقانه قدم زنیم. صلوات بر محمد آل محمد.